علی حسین قاضیزاده که از لندن به ما پیوسته، آقای قاضیزاده، هر بار که خسارتی به سفارتخانه های خارجی وارد میشه در نهایت جمهوری اسلامی مجبور به پرداختن اون میشه. چرا این رفتار همچنان ادامه پیدا میکنه؟ بله، این مورد تنها موردی نیست که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل در واقع خساراتی رو پرداخت میکنه از جیب مردم ایران که در واقع به نوعی ترویج دیدگاه های ایدئولوژیک این حکومت هست. از اشغال سفارت آمریکا تا الان ما این صحنه ها رو بسیار دیدیم. واقعیت این است که آن بخشی از پایگاه اجتماعی اندک این حکومت که الان به نمایندگی از این حکومت میرن و این کارها رو انجام میدن، تنها باقی مانده پایگاه مردمی این حکومت هستند. آنها منافع این حکومت رو تامین میکنن و حکومت هم منافع اون رو تامین میکنه. اساسا حکومت میدونه که هزینه بین المللی این اقدامات چه هست، اما همین اقدامات هست که اتفاقا باعث شده که این حکومت در داخل کشور بتونه همه رقبای خودش رو حفظ بکنه و کمک همین بخش به ظاهر رادیکال و بسیار هم منفعتگرا و برخورد از راندهای بسیار اینها رو کمک میکنه تا به کمک اینها همه رقبای سیاسیش رو حذف کنه. اینها در خط مقدم حمله و همه در واقع مظاهر نرمال شدن یک کشور حمله میکنن تا نگذارن در واقع کشور ایران در ذیل همین حکومت تبدیل به یک کشور نرمال بشه. چرا که اگر این گونه بشه اون وقت دیگه منافع انحصاری در انحصار این گروه باقی نمیمونه. به همین خاطر بله تبعاتش رو میدونن، اما به خاطر منافعی که در 44 سال گذشته ازش برخوردار شدند در واقع برای اونها ارزشمنده، هرچند که برای مردم ایران هزینه بسیار گزافی به دنبال داره. آقای قاضی‌زاده، اصلا ریشه اصلی چنین حملاتی کجاست؟ چرا جمهوری اسلامی همیشه عامل اصلی مشکلاتش رو در دولت‌های غربی جستجو میکنه؟ مهمترین عامل این داستان ناکارآمدیه. وقتی شما در منتهای ناکارآمدی هستی باید علتی رو برای مشکلات در واقع بیان بکنی که در جغرافیای عملکرد تو قرار نمیگیره، میبری اون بر مرزها. وقتی که شما با یک مطالبه گسترده در جامعه ایران مواجه هستی، به عنوان مثال مقابله با همین حجاب اجباری یا اختیار شدن حجاب، وقتی مواجه میشی باید بگی که این مطالبه از بیرون اومده. نمیتونی بپذیری که در داخل کشور تو نمیتونی الزام بکنی به اینکه مردم تو این رو میخوان و تو به اونها نمیدی. باید بگی که یک عامل خارجی هست داره تحریک میکنه، داره تحریک میکنه و اونه که عامل این همه ناآرامی هست، اونه که این همه دزدی رو ایجاد کرده. به همین خاطر جمهوری اسلامی همیشه یک دشمن خارجی میتراشه. یه روزی آمریکا بود، الان آمریکا در ایران سفارت نداره. به بریتانیا مثلا بریتانیا مثلا میاد، حتی اگه بریتانیا هم نباشه کشور دیگری وسط خواهد کشید. اساسا وقتی که شما به این شیوه حکومت میکنید که ناکارآمدی در این سطح بالا قرار داره و مدام با مردمی مواجه هستی که مطالبات گسترده رو مطرح میکنن، یا باید مطالباتشون پاسخ بدی که حکومت جمهوری اسلامی هرگز چنین قصدی رو نداره، یا باید تامین کنی خواسته های مخاطبین رو که نمیخواد این کار رو انجام بده، یا باید ریشه ای رو معرفی بکنی برای این همه نارضایتی که در واقع به عملکرد تو برنگرده. به همین خاطر هست که عامل هر مشکلی رو در واقع به آن سوی مرزها نسبت میدن. ممنونم از شما علی حسین قاضی‌زاده که با ما